درود بر همه دوستان با بخش دوم بازخانی کتاب پشت پرده های انقلاب اسلامی خاطرات جعفر زاده همراه شما هستیم بخش اول کتاب رو چند روز پیش برای شما من انتشار دادم و با استقبال بسیار زیادی از دوستان مواجه شد در خود اینستاگرام بخش اول بالاتر از چند هزار بازدید داشت که خودش نشون دهنده این هست که مردم تا چه میزان علاقمند دریافت آگاهی و اطلاع رسانی های صحیح هستند و با ما باید مردم رو با واقعیت ها آشنا کنیم وقتی که این مستند رو چند روز پیش ما انتشار دادیم افراد زیادی با من تماس گرفتن چه از قهدری جان اسپان که گفتن جعفر شفیزاده به خانواده شفیزاده ها رو میشناسن و گفتن سید مهدی هاشمی رو میشناسن و میگفتن که یک حزبی راه انداخته بود اونجا به اسم حزب گونی افراد رو توی گونی میکرد سرنگون میکرد میکشت و همچنین افراد زیادی از بیرون از ایران تماس گرفتن آقای پیرامون تماس گرفت و خودش گفت که من شخصا رفتم و شفیرزاده رو دیدم زمانی که آقای سیاوش بشیری در حال مصاحبه با ایشون بود ایشون یک چند نکته ای رو برای من به صورت صوتی فرستادن که اینجا من بیان می گفتند که اول کتاب به صورت ساعتها مصاحبه با جعفر شفیزاده بوده روی نوار ضبط شده و آقای سیاوش بشیری که یکی از نویسندگان بسیار خوب کشورمان هم بوده این نوشته ها رو به صورت متن و یک کتاب در آورده و نکته دیگری که متذکر شدن این هست که خود جناب سیاوش بشیری هم به صورت مشکوکی در یکی از کافه های پاریس جان باخته بعد از خوردن یک قهوه یک سکته قلبی میکنه که بسیار هم مشکوک بوده و دقیقا این موقعی بوده که میخواسته این کتاب رو انتشار بده و اسلامی های ایران و عوامل جمهوری اسلامی در داخل ایران از این موضوع آگاه شده بودند و مرگ سیاوش بشیری نویسنده کتاب یعنی کسی که مصاحبه آقای شفیزاده رو به صورت کتاب در آورده مشکوک بوده و سیاوش بشیری گویا به پسر و همسرش سفارش میکنه که اگر من جان باختم یا مردم این کتاب رو حتما انتشار بدید و کتاب رو همسر و فرزند سیاوش بشیری انتشار میدن این اطلاعات تکمیلی رو خواستم به خدمتتون عرض کنم حتما قسمت اول این مستند رو اگه ندیدید نگاه کنید با قسمت دوم در خدمت شما هست خب تا اینجا شنیدید که صادق قدسزاده دفتری در پاریس داشته و جعفر شفیزاده به اون دفتر میره گویا پایگاه شورش 57 و, و کسافت های صادق قدسزاده و جمع شدن شورشیون و خانم بیاری و تریاکشی و توزیع تریاک هایی که از ایران سید مهدی هاشمی میفرستاده برای قدسزاده همین دفتر بوده که در پاریس صادق قدزاده داشته در یکی از صحنه ها وقتی که جعفر شفیزاده درون این دفتر بوده این چنین تعریف میکنه که یک دختر موبلند و زیباروی فرانسوی در اون دفتر کار میکرده از زبان خود شفیزاده این قسمت رو بشنویم خب در اینجا شفیزاده میگه که توی دفتر, توی دفتر خواب بوده گویا دفترش یه جایی بوده که اتاق خواب هم داشته و همونجا هم کار میکرده هم چند تا اتاق داشته برای کارهای اداریش میگه که ساعت نه صبح نوه صبح فردا وقتی با شنیدن سر و صدا از خواب بیدار شدم فکر کردم دیر شده است و سایر دوستان دیروزی و کارکنان دفتر قطزاده آمدن و مشغول کارند به همین جهت در اتاق را نیمه باز کردم و در کمال تعجب دیدم که یک دختر قد بلند و متلایی در اتاق پهلویی مشغول آماده کردن میز صبحانه است. در را بستم کمی خود را مرتب کردم و به این فکر بودم که چگونه با این دختر فرانسوی صحبت کنم. من به جز فارسی آن هم با لحجه نجف آبادی و کمی هم عربی که در سوریه یاد گرفته بودم زبان دیگری نمیدانستم و به همین جهت فکر کردم آنقدر در اتاق میمانم تا قدزاده یا کس دیگری که فارسی بداند وارد شود روی لبه تخت خواب نشستم و هنوز به مشکل ندانستن زبان فکر می کردم که ناگهان در باز شد و همان دختر مطلعه فرانسوی به فارسی البته با لحجه به من سلام داد من هم سلام کردم و چون گفت میز صبحانه حاضر است به اتاق دیگر رفتم و به اتفاق به خوردن صبحانه پرداختیم معلوم شد شش سال است با قدزاده کار می کند و فارسی را هم خوب صحبت می کند اسمش به بود خیلی زحمت کشیدم و تمرین کردم تا اسمش را یاد گرفتم بله حالا این خانم به که در دفتر قد زاده بوده و دوستش پاتریشیا یک دوستی داشته به اسم پاتریشیا این رو میاره با جعفر شفیزاده دوست میکنه روش های پرستو بازی که فیلم شفیزاده رو هم بالاخره داشته باشن تو اون آرشیوشون و اینا کلا اینجور که از کتاب پیداست برای سازمان امنیت حالا یا فرانسه یا امریکا سیایه کار میکردن خب حالا یکی دیگه از صحنه هایی که جعفر شفیزاده تعریف میکنه خیلی جالب هست این صادق قدزاده یکی از باهوش ترین های این جریان شورش پنج و هفت بوده و خیلی خوب صحنه سازی میکرده که افراد رو بکشونه تو اون صحنه. تو یک جا کلید دفتر رو میده به این جعفر شفیزاده و میگه که خب شباتو برو فعلا تو دفتر بخواب تا زمانی که تو پاریس هستی و بعد جالب هست جعفر شفیزاده وقتی که وارد دفتر میشه با این صحنه روبرو میشه که براتون تعریف میکنم اینجا از دفتر صادق قدس در دفتر را باز کردم هیچ کس نبود و گمان کردم دفتر تعطیل شده است در حالی که یک آهنگ عربی را که فیروز خواننده مصری خوانده بود با صدای بلند میخواندم در اتاق را باز کردم اما با آنچه که دیدم کم مانده بود پس بیفتم قدزاده در حالی که فقط یک شرت آبی رنگ به تن داشت روی تخت دراز کشیده بود و به لخت مادرزاد در حالی که پشت به در ورودی داشت خم شده بود و فندکی را برای روشن کردن سیگارش از روی زمین بر می داشت. خجالت زده و شرمگین قصد برگشتن داشتم که قدزاده گفت کجا؟ بیا تو، اینجا اروپاست. و بعد در حالی که من هنوز از تعجب بیرون نیامده بودم، دیدم به آتریس هم برگشت و بیان که احساس شرم و خجالت کند، همانطور که لخت مادرزاد بود به طرف من آمد، چهار بار صورتم را بوسید و با لبخند گفت چرا خجالت می شاید باور نکنید ولی این اولین باری بود که من در همه عمرم یک زن را به این برهنگی کامل میدیدم سرم همچنان پایین بود و قدساده و باتریس میخندیدند. آخر هم قدساده به فرانسه چیزی به باتریس گفت که از در بیرون رفت و قدساده هم مشغول پوشیدن لباسش شد ساعتی بعد همه چیز دوباره عادی شده بود انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد باتریس باز لباس پوشیده بود و تمیز و مرتب پشت میز کارش نشسته بود و من و قدزاده و حبیبی که تازه از راه رسیده بود مشغول گپ و گفتگو بود بعد ببینید ساده قدزاده چگونه صحنه سازی میکرده و با این صحنه سازی ها میکشونده افراد رو به درون اون سیستم سکسی جنسی خودش که بعد فیلم ها رو ازشون داشته باشه تو همون دفتر پاریس با کمک این هایی که به عنوان کارمند دفترش بودن اینجا صحبت از حبیبی شد این حبیبی رو هم میشناختید معاون اول به اصطلاح هاشمی رفسنجانی بود اگه یادتون باشه این عکسی که در حال دیدنش هست تو این عکس هم میبینید که حبیبی در کنار ابوالحسن بنی صد و صادق قدزاده در پاریس هستند یعنی لانه شورشیان پنجاب خب شفیزادی در اینجا تعریف میکنه که قدزاده و حبیبی همش از اون سوال میپرسیدن و بیشتر سوالاشون هم راجع به اردوگاه سوریه بود که جعفر شفیزاده اونجا رو دورش رو گذرونده بود و تعریف میکنه از دوست بیاتریس یعنی پاتریشیا یک دختری که آورده بودند که با مثلا جعفر شفیزاده کار کنه فرانسه یاد بگیره که شفیزاده نقل میکنه در همون جلسه اول یاد گرفتن کار به رختخواب خواب و اشبازی و اینها کشید و کلا یک چند کلمه فرانسوی بیشتر یاد نگرفت در مدتی که اقامت داشت در پاریس به فرودگاه میرفت و یک بسته هایی که به عنوان امانتی از لندن و یا آلمان میومد رو تحویل می گرفتن که هر کدومش حاوی چند لول تریاک بود و اینها رو به یک عده خاص می بردن و تحویل می دادن. توی قسمت اول گفتم که کار ساده قدرد توضیح تریاک بود که از ایران می اومد و این تریاک ها رو با این تریاک ها پولی که در می آوردن رو خرج همین شورش پنج و هفت می یکی از منابع درآمدشون همین توضیح تریاک های وارداتی بود و جالب هست بدونید که یکی از مشتریان این تریاک ها به گفته آقای شفیزاده سید جلال تهرانی هست سید جلال تهرانی کی بوده؟ سید جلال تهرانی کسی بود که در اواخر حکومت پادشاهی رئیس شورای سلطنت شد و بعد هم تو اون روزهایی که خمینی نوفل نشاتو بود بلند شد و رفت و نامش رو به خمینی تقدیم کرد این مرتک خیانتکار سید جلال تهرانی شاید اصلا تا حالا همچین چیزی رو نشنیده باشید اولین بار بشنوید ولی اینها رو چه خوب هست که گفته بشه که ما چه خیانتکارانی داشتیم یک سری افراد مفنگی معتاد که برای چند لول تریاک و داشتن فیلم های کسافت کارشون که قدزاده ازشون گرفته بود رفتن و استعفا تقدیم کردن به خمینی خب دوران پاریس تمام میشه و جعفر شفیزاده به اتفاق صادق قدزاده آزم لیبی میشه اینجور که جعفر شفیزاده نقل قول میکنه استقبال از صادق قدزاده در حد رئیس یکی از ممالک بزرگ دنیا بوده جعفر شفیزاده میگوید لیبی از همان نگاه اول چندان به دل من ننشست من توقع داشتم لیبی را یک کشور آباد ببینم اما به نظر من آنچه که در آن موقع می دیدم شهری کوچک بود که دازه داشت از صورت ده خارج می شد و این با آنچه این کشور به من در دمشق و پاریس گفته بودند تفاوت داشت. ما وارد یک هتل آمریکایی شدیم، هتلی که بیرون و درون آن تفاوت چشمگیری داشت. بیرون این هتل همه چیزها حالت دهاتی و روستایی داشت و داخل هتل شکوه و جلالی که در هتل‌های پاریس هم با پاتریشیا و قدزاده دیده بودم. همان چند دقیقه‌ای که پایین منتظر بودم تا شماره اتاق‌هایمان مشخص شود، آنقدر امریکایی دیدم که گمان میکردم حتی در اصفهان که پایگاه امریکایی ها بود آنقدر امریکایی ندیده بودم یک لحظه فکر کردم چرا همه دروغ میگویند آخوندها روی منبر از فسق و فجور مینالند اما خودشان در میهمانی باغ ها اشتراب دورچه‌ای که میافتند خلخالیشان رقاص می شود و سانهیشان آن فلوت زن و بقیهشان عرق خورهای قهار و قذافی هم که صبح تا شب فریاد وا استعمار سرگرفته کشورش لبریز از یانکی هاست. طبق معمول دامنه تخیلاتم زیاد به درازا نکشید و قوت زاده با جمله بزن بریم به دنیای این سوالات بی جواب خاتمه داد. از اینجای جای ماجرا تقریبا خیلی مهم و خیلی و شاید جالب باشه. قوت زاده به جعفر شفیزادی میگه که من میخوام برای یه سفر برم یک هفته سوریه و برگردم شفیزادی میگه که من با شما بیام میگه نه شما اینجا بمون با شما کار دارن قرار توی یک بازجویی شرکت کنی از کی از دو ایرانی دستگیر شده دو تا ایرانی کی بودن دو تا ایرانی کسانی بودن که در لانگ آیلند امریکا دوره اف های اف 14 می دیدن دو تا همافر بودن و این جور که ابتدای کتاب معرفی میکنه دو نفر ایرانی دیگه از اینها بازجویی میکردن که دو دانشجو بودند اون دو دانشجویی که براتون نام بردم اسامیشون چایچی و احمدی بوده و بریم نگاه کنیم خودمون از روی کتاب ببینیم داستان این دو فرد چی بوده و این دو همافری رو که از پایگاه هوایی لانگ آیلند در نزدیک نیویورک دزدیده بودن برای چه بوده به من گفتند که در این هفته ما از دو نفر بازجویی میکنیم و روزهای آخر آن دو نفر را با هم روبرو میسازیم این دو نفر که قرار بود از آنها بازجویی شود دو همافر نیروی هوایی بودند که برای دیدن دوره آموزشی به آمریکا رفته بودند و در لانگ آیلند در هومه نیویورک در یک پایگاه نظامی زندگی می توسط چیریک های لیبیلیایی از خیابان های نیویورک رو بوده شده بودند و پس از آن که آنها را بیهوش کرده بودند از نیویورک به ترابلوس آورده بودند. اگر اطلاعاتی که چایچی میداد درست بود ظاهرا این دو نفر همافر را در داخل دو صندوق چوبی از نیویورک به ترابلوس آورده بودند همه چیز برای من جالب بود و بیشبه از فردا که بازجویی را شروع می شد باز هم جالب تر می شد. و من یک لحظه اندیشیدم از مغازه قصابی قهدریجان تا اتاق مدرن بازجویی لیبی راه چندان درازی هم نیست. خب در اینجا جعفر شفیزاده کارش رو به عنوان بازجو در لیبی آغاز میکنه و به همراه اون دو نفر ایرانی به اسم چایچی و احمدی در کنارش هستند و دو افسر لیبیایی به اسم عبدالسلام و عبدالامر یک تیم بازجویی رو تشکیل میدن که دو مافر ایرانی رو بوده شده در لانگ آیلند نیویورک رو بازجویی کنند این بازجویی و متدی که اینها استفاده میکردند بسیار بسیار مهم هست دوستان چرا مهم هست؟ چون که یک همافر ایرانی که از همه جا بیخبر بوده و در نیویورک برای خودش داشته میگشته تبدیل میشود به یک نفر نیروی ضد حکومت پادشاهی و در یک راهی میفته که در هیچ برگشتی نیست به خاطر همین باید این قسمت کتاب رو بسیار دقیق بخونیم و ببینیم که چه متدی رو این جرسومه های فساد استفاده می کردن. آرام و خونسرد وارد اتاق بازجویی شدیم. قربانی جوان که یک لباس کار نظامی به تنداش از جا بلند شد و سلام کرد. عبدالامر جوابش را نداد اما من به فارسی سلام علیک کردم. پسرک جوان با شنیدن صدای من در حالی که دچار تعجب شده بود گفت شما ایرانی هستید؟ شفیزاده میگوید بودم. عبدالامر خندید. چرا نمیدانم ظاهرا او فارسی نمیدانست اما من هم با لحجه اصفهانی جز آن چه کردم کار دیگری از دستم ساخته نبود عبدلامر گفت کار را شروع کنم من هم آرام و همچنان خونسرد و بی تفاوت روی صندلی نشستم و خطاب به قربانی جوان گفتم چه قیافه مهربان و خوبی داری اینها را در دمشق یاد گرفته بودم و دیروز هم به اندازه کافی تمرین کرده بودیم و بعد به سرعت ادامه دادم به هر حال با اتهامات سنگینی که به شما نسبت داده اند بهتر است که همه حقایق را بگویید بجز حقیقت نگویید و جان خودتان را از این مخمسه نجات دهید من در اینجا هیچ کارم اما چون شنیدم که شما ایرانی هستید آمدم که بتوانم کمکی بکنم یادتان باشد اتهام شما سنگین است دزدی اسلحه قتل و از همه مهمتر جاسوسی هنوز حرفم را تمام نکرده بودم که صدای حق حق بلند شد و لحظه بعد از روی صندلی به زمین افتاد و همانطور که اش میریخ پاهایم را گرفت و گفت آقا به خدا دروغ میگویند اینها همه دروغ است اصلا من کجا هستم سه روز است از هر کس میپرسم جواب مرا نمیدهد اینها عرب هستند شما بگویید من کجا هستم با او را که روی پاهایم افتاده بود پرد کردم و گفتم ببین با این ادا و اطوارها کار را خرابتر می چطور نمیدانی کجا هستی؟ تو را در حال جاسوسی در این کشور گرفتن تو مرتکب قطع شده ای دزدی کرده ای حالا میگویی از هیچ چیز خبر نداری؟ در حالی که به شدت عرق میریخت و آهنگ گریه هایش اوج می گرفت دوباره خودش را روی پاهایم انداخت و گفت آقا به خدا به پیر به پیغمبر من از آنچه که شما میگویید بیخبرم من آخرین چیزی که یادم هست این هست که به اتفاق تاهری و جمشید به برادوی رفته بودیم مشروب زیادی هم خوردیم نمیدانم شاید با سه تا دختر آمریکایی هم حرف زدیم همین و همین عبدالامر در این موقع که از اتاق بازجویی خارج شد و من هم بلافاصله تغییر رفتار دادم با مهربانی از روی پاهایم بلندش کردم و با مهربانی گفتم ببین عزیزم اینجا دمشق است پایتخت تخت سوریه تا این بابا نیست بگذار برایت بگویم که اگر همکاری نکنی برایت خواب اعدام دیدند من مجبورم جلو آنها با تو خشن باشم ولی این را فقط خودت بدان و از یاد ببر من از معموران ساواک هستم و این را هم میدانم که تو مافر هستی و در آمریکا بوده ای. اما اینکه چطوری تو به اینجا آمده ای را نمیدانم باید خیلی هنوز حرفم تمام نشده بود که عبدالعامر در را باز کرد و به عربی گفت بیرون بروم به همافر جوان چشمکی زدم و خارج شدم ببینید چطوری شروع کردن به مقصشوی دوستان یک اه جوان یک کمافر جوان یه بچه ای که رفته بوده حالا دوره ببینه بره همافر بشه توی ارتش ایران چگونه از این این نیرو رو دارن شستشوی مغزی میدن یک نفر میاد داخل اتاق زبان عربی دارن صحبت میکنن توی کشور عربی سه روز هست که اینجاست و اصلا نه فضا رو میشناسه نه چیزی آخرین چیزی که یادش هست با چند تا دختر توی نیویورک حوالی نیویورک داشته قدم میزده رفته به خونه اون دخترها و بعد خوابیده و هیچ چیز دیگه یادش نمیاد بعد بلند میشه بعد اولین چیزی رو که میبینه یه چند تا معمور معمولی هستن که به عربی حرف میزنن اصلا نمیدونه کجاست و بعد یک نفر ایرانی که میگه من معمور ساواک هستم این که میگم شورشیان پنجاه و هفت خیلی از کارهاشون رو هی به گردن ساباک مینداختن خیلی از کسافتکاریهاشون رو خیلی از قطع هاشون رو خیلی از کشدارشون رو به گردن ساباک مینداختن این یکی از سندهاش هست که اینجا وجود خب شفیزاده از اتاق بیرون میاد عبدالامر و عبدالسلام و چایچی و احمدی خیلی حال میکنن به قول معروف با این روش بازجوییش میشینن و یک قهوه میخورن و از پشت شیشه هم تقوینی ها رو نگاه میکنند که چه عکس عملی داره میبینند که داره به سر و صورت خودش میزنه به شقیقش میزنه با دست و بسیار پریشان هست و ناراحت هست و بعد راه میافتند سی ورتر اونورتر میرن به اتاق بازجویی دوم که از جوان بعدی که دستگیر کردن دزدیدن در واقع بازجویی کنن او هم یکی از همافرهای ارتش هست یک همافر جوان که رفت دوره ببینه و دوست ها به اسم جمشید نعمانی حالا یه نگاه میکنیم ببینیم جمشید نعمانی رو چگونه بازجویی میکنند احمدی بیدرنگ پشت دستگاه ضبط صدا نشست و عبدالسلام به من گفت هر وقت من سیدی به گوش سوجه زدم تو وارد اتاق شو و به دنبال این توصیه بلا فاصله به اتاق بازجویی رفت. قربانی جدید برخلاف اولی تنومند و رشید بود. من و احمدی مشغول تماشا شدیم. عبدالسلام که تا لحظه ای پیش قیافه یک افسر معمولی را داشت ناگهان تبدیل به یک میرغضب تمام ایار شد. به محض ورود با صدای بلند و با عصبانیت به عربی شروع به فوش دادن کرد. پسرک یا نمیفهمید یا خون سردتر از آن بود که عکس نشان دهد عبدالسلام فقط سعی می کرد او را عصبانی کند و همافر جوان و ورزشکار آرام و خون سرد همه بد و بیراه ها را تحمل می کرد. شاید پنج دقیقه طول کشید تا بالاخره همافر جوان به صدا درآمد و با صدای بلند به فارسی و گهگاهی هم به انگلیسی می گفت چی میگی؟ من که از بلغور کردنهای تو سر در نمیآورم. حالا تو تا فردا صبح نعره بزن توی این خراب شده مترجمی دیلماجی کسی پیدا نمی شود که مثل آدمی زاد حرف بزند با بلند شدن و اوج گرفتن صدای همافر عبدالسلام که حالا نشان میداد به شدت عصبانی شده است جلو رفت و سیلی محکم و آبداری به گوش همافر زد احمدی به من گفت رفیق حالا نوبت توست با عجله خودم را به اتاق بازجویی رساندم در را باز کردم و به عبدالسلام سلام نظامی دادم به عربی مشغول صحبت با من شد و من هم به طوری که وانمود شود همافر را شناختم همانطور که عبدالسلام مشغول دستور دادن بود به جوانک گفتم تو ایرانی هستی؟ از ناباوری با چشهای دریده مرا لحظه ای نگاه کرد و بعد در حالی که معلوم بود آشکارا خوشحال شده است گفت آره بابا من بدبخ ایرانی هستم میخواست به صحبتش ادامه دهد که عبدالسلام باز با صدای بلند شروع به صحبت کرد و بعد اشاره کرد که به اتفاق بیرون برویم. این نوع کارها ساده ترین و پیش و پا افتاده ترین نوع بازجویی در فعالیت های چیلیکی است. ایجاد شرایط جنگ روانی و کاشتن تخم امید و ترس، وحشت از اعدام و ویران کردن سیستم اعصاب طرف به هر صورت و با هر وسیله‌ای که باشد. خب دوستان تا اینجاش دیدید که چگونه دو تا آدم از دو تا نوع روحیه مختلف یک نفر یه خورده روحیهش ضعیفتر یک نفر روحیه تر و دلاورتر چجوری دو نفر رو میخوان تو بازجویی بشکنن اینها رو بد نیست که دوستان درون ایران هم گوش کنن و یاد بگیرن که تو این بازجوییها ها تسلیم این بازجوها نشن چون بازجو کارش اینه که آقا از شما حرف بکشه و اون کاری که دلش میخواد شما رو تو اون دام بندازه تو اون راه بندازه در اینجا وقتی که جعفر شفیزاده به بیرون از اتاق بازجویی میره با عبدالسلام شروع میکنه به صحبت کردن عبدالسلام میگه که به دو دلیل ما اینها رو از پایگاه لانگ آیلند نیویورک دزدیدیم و به اینجا آوردیم اول اینکه برامون عجیب هست که چرا آمریکایی‌ها ها دارند یک آم، یک های مارکسیستی انجام میدهند و این همافرانی که در اونجا کار میکنند رو به نوعی می میکنند تا بروند در داخل سیستم تا وقتی که به ایران برگشتن بتونن یارگیری کنند و علیه سیستم پادشاهی بشن دوم اینکه، برای اتحاد جماهیر شوروی که متحد استراتژیک ما هست بسیار مهم هست که سر در بیاریم این F14 هایی که این همافرها دارن یاد میگیرن و شوروی هنوز نتونسته مشابهش رو بسازه چگونه ساخته میشه و اگر شد قسمت هایی از نقشه های هواپیما ها رو هم به دست بیاریم و سوم این دو, دو نفری که دستگیر کردیم دو نفر از ضد اطلاعات ارتش هستند و نفر سومشون از دست ما در رفته و میخوایم حرف بکشیم که اون نفر سوم کجاست و ارتش اینها رو فرستاده که بین همافرها اطلاعات به دست بیارن و به تهران بفرستن که اوضاع چگونه هست ولی همه اینها یک طرف خود شفیزاده میگه من حتی تا امروز نمیدونم که این حرفها حقیقت داره یا نه و این چیزهایی است که عبدالسلام به من گفت در اونجا و راست یا دروغ بودنش رو نمیتونم تایید کنم که به چه منظور واقعا این همافرها رو دزدیده بودند من خودم یک تحقیقات رو انجام دادم دیدم که پایگاهی به اسم لانگ آیلند پایگاه هوایی وجود داره که افچارده های تامکت اونجا نشست و برخواست میکنن و یک همچین پایگاهی در امریکا وجود داره این رو میشود تایید کرد شما هم میتونید در اینجا ببینید درباره F14های تامکت که در لانگ آیلند هستند مطلب اومده و همچنین این فیلمی رو که الان دارید مشاهده میکنید مربوط به پایگاه لانگ آیلند در نزدیکی نیویورک است پس این پایگاه وجودش تایید میشه ولی چیزی که از کتاب برمیاد هدف اصلی این بوده که این همافرها رو بر ضد نظام پادشاهی استفاده کنند و کاری که میخواستن بکنن با مخشویی روانی و زیر فشار گذاشتن رو و روش های بازجویی اینها رو بر علیه سیستم پادشاهی کنند و همچنین ازشون استفاده ابزاری کنند در به ثمر انقلاب شوم اسلامی جعفر شفیزادی میگه تنها چیزی که دلم میخواست بدونم این هست که چطور دوتا آدم گنده رو که در نیویورک در حال قدم زدن بودن رو اینچنین دزدیدن مرحله دوم بازجویی ها شروع میشه و میگوید که نیاز بود که چهار ساعت بین دو بازجویی فاصله زمانی باشه چون که فردی که مورد بازجویی قرار میگیره از لحاظ روحی و روانی حسابی به هم بریزه و آماده همکاری کردن و دادن پاسخ ها باشه و این هم یکی از تکنیک های دیگر بازجویی در اونجا بود حالا میخونیم که چه گذشت در بازجویی دوم این بار وقتی وارد شدم یک پرونده هم زیر بغل داشتم قرار بود به تنهایی بازجویی را انجام دهم آنها در اتاق مخفی همه چیز را میدیدند و میشنیدند و ضبط میکردند به محض آنکه وارد شدم پرونده را روی میز گذاشتم با او دست دادم سیگاری تعارف کردم و در مهربانه ترین حالت دعوت به نشستن کردم گفتم اسم من سعید رجایی است و بالاخره موافقت اینها را جلب کردم که شخصا از شما بازجویی کنم اینکه دیر شده به این خاطر بود اول موافقت نمیکردند اما به هر ترتیب که بود راضیشان کردن در حالی که با اشتیاق به سیگارش پک میزد گفت نمیدانم با چه زبانی از شما تشکر کنم باور کنید که دارم دیوانه میشوم آخر فکرش را بکنید من در نیویورک بودم حالا شما میگویید در دمشق هستم بیان که خودش خبردار شده باشد لحظه ای ساکت ماندم و بعد گفتم اتفاقا این سوال همین دوستان ماست یعنی ما نباید به شما بگوییم که چطور آمده اید شما باید بگویید و راست هم بگویید که چطوری از آمریکا سر از دمشق درآورده اید با چتر نجات و زیر نظر ارتش آمریکا یا به طریق دیگر به این دلیل است که میگویم وضعیت خراب و بسیار خراب است و صحبت از اعدام و محاکمه و دزدی و جاسوسی در میان است آشکارا رنگ از رویش دوباره پریده بود و باز به گریه و التماس افتاده بود که آقا تو را به خدا کمکم کنید رحم کنید گفتم ببین با گریه و زاری کار درست نمی شود من هر کاری از دستم ساخته باشد برای تو انجام می دهم اما به شرط آن که تو هم همکاری کنی بنابراین به جای گریه و زاری حواست را جمع کن و بگذار از اول یک بازجویی حسابی انجام بدهی به هر حال من تا آنجایی که بتوانم از تو حمایت خواهم کرد خوب حالا بگو اسم و فامیل و مشخصات تو چیست چند ثانیه ای ساکت ماند و چون شاید به راستی چاره ای نداشت شروع به پاسخ دادن کرد اسمش عبدالرزا تقوینیا فرزند محمد و متولد سال 1330 بود همافر و ابواب جمعی پایگاه خاتمی در اسفهان بود سه ماه بود که برای طی یک دوره تکمیلی به نیویورک و پایگاه لانگ آیلند آمده بود دو سال پیش ازدواج کرده و یک کودک شش ماهه به اسم مرداد داشت از هیچ چیز دیگری هم خبر نداشت گفتم حالا بگو چطوری توانسته ای از آمریکا به دمشق بیایی دوباره گریه را شروع کرد که به خدا خودم هم نمیدانم گفتم سعی کن یادت بیاید هر را که به یاد داری بگو آخرین چیزی که به خاطرت مانده تعریف کن شاید بتوانی به سرنوشت خودت کمک کنی اینجاست که نقش پرستوها دوستان مشخص میشه این پرستوهایی که میفرستن و افراد رو باهاش کنترل میکنن اینجا از سیستم پرستو یعنی سیستم جنسی استفاده کردن گوش کنید گفت بعد از ظهر جمعه بود من با دو نفر از دوستانم از لانگ آیلند به نیویورک آمدیم دو روز تعطیل در پیش بود و خیال داشتیم یک تعطیلات خوب و خوش بگذرانیم مدتی در سانترال پارک قدم زدیم بعد ستایی خیابان پنجم نیویورک را قدم زنان به طرف بالا آمدیم و از خیابان چهل دوم وارد پارک اووینو شدیم مهدی امیر حسینی یکی از همقطارها گفت برویم یک نوشیدنی الکلی بخوریم از یک بار ژاپنی در پارک اووینو شروع کردیم بعد شام خوردیم و در یک رستوران مکزیکی که در کمرکش این خیابان بود با سه تا دختر آمریکایی آشنا شدیم اسمشان جودی کارول و سونیا بود سونیا تعریف کرد که در ایران زندگی کرده و مدتها در شرکت آی بی سمت منشی و سکرتر داشته است. دخترهای بسیار خوشگل بودند. ساعت یازده شب بود که دخترها پیشنهاد کردند برویم در برادوی خیابان معروف نیویورک و کمی سیر و سیاحت کنیم. مستر از آن شده بودیم که بتوانیم در برابر چنین پیشنهادی نه بگوییم. راه افتادیم و شاد و سرحال خودمان را به برادوی رساندیم. برادوی زنده و سرحال بود شلوغ و پر جمعیت از این ور به آن ور رفتیم و باز تا توانستیم مشروب خوردیم من دیگر به راستی چیزی نمیفهمیدم اما همین قرد یادم هست که سونیا پیشنهاد کرد همگی به آپارتمان او برویم این را هم یادم هست که همگی سوار بر یک ماشین بزرگ آمریکایی شدیم شبهی را از خانه سونیا به یاد دارم اما دیگر چیزی به خاطرم نمیاد در همین حینی که تقوینیا ها با جعفر شفیزاده مشغول صحبت کردن بوده یک دفعه در اتاق بازجویی باز میشه عبدالامر میاد داخل و در حالی که با تفنگ اشاره میکنه با کلتی که در دست داشته اشاره میکنه به جعفر شفیزاده به جون جعفر شفیزاده میفته و اون رو مفصل کتک میزنه و بعد هم شروع میکنه به زدن با قنداق تفنگ تو سر تقوینی ها جعفر شفیزاده را از اتاق تا سرباز میان و بیرون میبرند و بعد شفیزاده میگه که فهمیدم این یک نوع از صحنه های لیبی هست و بازجوی های لیبی هست و شروع میکنن به افتادن به جون تقوینی هایی که در اتاق بازجویی هست و میگه اینقدر میزننش که جنازش رو از اتاق بیرون میبرن جعفر شفی زاده تعریف میکنه که خیلی ناراحت بودم از این کاری که اینها انجام دادند و راضی نبودم از ته دل و فردا دوباره بازجویی آغاز میشه این بار جمشید نعمانی اون یکی همافری که یه خورده قوی هیکلتر بوده و روحیه بالاتری هم داشته و تسلیم نمی اون رو فردا ور و می با خودشون به سردخونه توی سردخونه اه یک لحظه در سردخونه رو میکشن بیرون و جنازه تقوی نیا رو میبینه جمشید نعمانی و همونجا حالت سکته بهش دست میده یعنی یک لحظه رو پاش میفته و اسم عبدالرزا رو فریاد میزنه بلند و اینها میگن که تو محکوم به قتل ایشون هستی یعنی قتل دوست خودت هستی یعنی ببینید چه حقه های کسیفی به کار میبرن تا طرف مقابل رو بشکنن تو محکوم هستی که این تقوینی رو کشتی و اینجا میخوان به جرم قتل بازجویی کنن حالا این سه نفری که با هم دیگه بلند شدن رفتن توی یک خونه توی آمریکا بعد یه دفعه میگن از سوریه سردار که در واقع سوریه نیست لیبی هست و میگن که الان هم خودت رو کشتی و به این دلیل یکی از جرمهات این هست حالا علاوه بر جاسوسی و هواپیما دو... علاوه بر جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک سوریه و غیره و غیره یکی از جرمهات اینه که اومدی و عبدالرضا تقوینیا ها رو هم کشتی و اونجا دیگه جمشید نعمانی هم میشکنه یعنی جمشید نعمانی یه خورده از لحاظ روحی اینها بالاتر بوده ولی اون هم میشکنه که همچین صحنه ای رو میبینه که عبدالرزا تقبینی ها توی سردخونه است و همین داستان جعفر شفیزاده تعریف میکنه که خیلی از این صحنه منقلب شدم و دوست داشتم همونجا همکاریم رو متوقف کنم با جنرال قذافی و به نظرم خیلی کثیف اومد این کار ولی فردا وقتی که این صحنه رو دیدم اصلا کم مونده بود که سکته کنم فردا دوباره به اتاق بازجویی شماره یک برگشتیم دیدم که عبدالرزا تقوینیا ها روی صندلی نشسته و پیدا بوده که او رو بعد از بازجویی و بعد از کتک زدن فراوون با یک سوزن بیهوشی بیهوش میکنن و درون سردخونه میگذارن که جمشید نعمانی بیاد و جنازه رفیقش رو ببینه و بشکنه کلند و بعد همین نسخه رو دقیقا روی جمشید نعمانی پیاده میکنن و به تقوینی ها میگن که تو جمشید نعمانی رو کشتی دقیقا همین سناریو رو روی جمشید نعمانی پیاده میکنن و این بار تقوینی ها رو میبرن سردخونه و میگن که بله ببین تو یکی از اتهاماتت این هست که همقطار خودت رو کشتی به اتهام قتل بازداشت هستی <تصفح> یکی از اتهامات این هست خلاصه این دوتا سناریو بسیار کار میکنه و این روش های بازجویی مدتدار کار میکنه و هر دو قشنگ شکسته میشن و آماده میشن که ازشون بهره برداری بشه ده روز این دوتا رو مورد بازجویی قرار میدن و اسناد مدارک فیلم ها و همه چیزهایی که مورد نیاز بوده رو میسازند حالا از نظر هم دولت شاهنشاهی ایران هم از نظر دولت آمریکا حتی پلیس و بین المللی اینها مجرمین بین المللی بودن اینجوری بهشون القا میکنن که شما مجرم بین المللی هستید و هر جا هم باشید اعدام میشید بعدش تقوینی ها رو میبرن به یک اتاقی که اتاق فیلم بوده و یک فیلمی رو شروع میکنن به پخش کردن این چنین شهر میده ساعت ده و 20 دقیقه صبح عبدالرزا تقوینیا ها را وارد اتاق بازجویی کردن دستبند به دست داشت و نیروی هوایی ایران برتن و حاج و به دستگاه نمایش فیلم نگاه میکرد نزدیک نیم ساعت او در اتاق تنها بود تا اینکه عبدالامر و عبدالسلام و چایچی در کنار یکدیگر وارد اتاق شدند تقوینیا بی اختیار فریاد زد سلام چای چی تو اینجا شکار میکنی پس پیدا بوده چای هم یه همافری بوده و این دروغ گفتن ابتدا به جعفر شفیزاده چای چی و احمدی هم دوتا تا همافر بودن که به همین ترتیب وارد سیستم شدن وارد سیستم بازجویی شدن و فریاد میزنه که سلام چایچی تو اینجا چه کار میکنی و چایچی خشک و عبوس به نظر میامد خونسرد و آرام گفت آمده هم تو را تحویل بگیرم حالا چایچی لباس همافری به تن داره مثلا از طرف ارتش ایران و دولت شاهنشاهی ایران اومده که تقوینی ها رو تحویل بگیره بعد شروع میکنن به دیدن فیلم ها فیلم هایی که نشون میده دارن با هم رستوران میرن فیلم هایی که صحنه سازی سکسی بوده در خانه سونیا و صحنه های دیگه حتی یه جاهایی صدا گذاری شده که تقوینیا داره به پادشاه فوش میده به شاف و رژیم پادشاهی بد و بیراه میگه و تقوینیا از دیدن همه این فیلم ها مبهوت میمونه عکس تقوینیا روی یک پاسپورت سوریه‌ای نشون میدن پاسپورت ایش رو نشون میدن و طرف به طور کامل دیگه میشکنه چون که میگن آقا تو هیچ راهی هم نداری و برگشتت به به قولی ایران مساوی اعدام هست چایچی برخلاف لحظات ورود این بار با لحنی دوستانه به تقوینی ها گفت عبدالرزا چطور چطور توانستی این همه به وطنت خیانت کنی اینها دروغ است به خدا دروغ است چایچی تو مرا میشناسی تقوینی ها به چایچی میگه چطور دروغ است مگر فیلم ها را ندیدی فیلم به این روشنی که دروغ نمی شود تو فکر نکردی ایران و سوریه دارای روابط سیاسی هستند و وقتی اعلی حضرت بخواهد تو را تحویل می دهند ببین چه سرنوشتی برای خودت ساخته ای من دوست تو باید بیایم اینجا تو را تحویل بگیرم به ایران ببرم در آنجا هم که تکلیف معلوم است زندان بازجویی بعد هم به جرم جاسوسی خیانت تیرباران و سلام تقوینیا گریه و زاری و التماس میکرد خدا و پیغمبر را به شهادت میطلبید که اینها همه صحنه است و اون مرتکب قتل و جنایت جاسوسی نشده است اما چایچی هم که همه اینها را میدانست قرار نبود گوش شنوایی داشته باشد نیم ساعت بعد مجددا عبدالعامر و عبدالسلام وارد اتاق بازجویی شدند فیلم را به چایچی دادند و سربازان لیبیایی بار دیگر تقوینیا را به سلول بازگرداندند حالا نوبت تکرار همین صحنه برای جمشید نعمانی بود آنها باید قانع شدند که در آستانه تحویل به مقامات نظامی دولت شاهنشاهی ایران هستند و زندان و اعدام در ایران در انتظارشان را می کشن. همه چیز حکایت از موفق بودن این سحن سازی های مصنوعی و ساختگی میکرد. در پایان روز وقتی که همه ما به راستی خسته شده بودیم عبدالسلام گفت که باید دست کم دو روز آنها را در حالت انتظار قرار بله حالا کاری که میکردن این بوده که تو این دو روز اینها رو به حالت به قولی در این نگرانی و استراب و غیره نگه می داشتن و بعد از دو روز می اومدن سراغشون که آیا حاضر هستید همینجا در سوریه بمونید و ما کارتون رو درست می فعلا همینجا بمونید و به خانوادتون هم ما یک جور اطلاع میدیم که بیرون هستید یعنی طرف رو دیگه یک جور میشکستن که راضی بشه و بعد در کل میفهمیدن که همه اینها بعد از یک مدتی که میرفتن آقا اینها رو میبردن تو کار بازجویی خودش اینها رو میبردن اول مثلا میبردن تو جوخه های تیروارون دوم میبردن توی بازجویی قتل و غیره وقتی که حسابی دست اینها رو کثیف کردن میگفتن که اصلا سیستم یک بازی بوده و یک نقشه بوده ولی چون که دیگه دست دو تا آدم بیگناه مثل تقوینیا و جمشید نعمانی کثیف شده بوده راه گریزی هم از این وجود نداشته ببینید چقدر کثیف عمل میکردند در آخر میگه که همینجا گفتنی است که این چهار نفر یعنی رضا چایچی، حمید احمدی، عبدالرضا تقوینیا و جمشید نعمانی بعدها پس از انجام چند عملیات تروریستی تمام ایار در اردن و اسرائیل در یک ماجرای هواپیما ربایی نیز شرکت کردند و یک سال و چند ماه در لیبی ماندند و بعد به عنوان محافظان شخصی خمینی در نوفل شاتو با من همکاری داشتند. و همگی با هواپیمای ایر فرانس در کنار خمینی به تهران رفتیم یعنی این چهارتا از افرادی بودن که با خمینی به تهران رفتن هر چهار نفر در نخستین روزهای ورود به تهران سردسته همافران قلابی شدن که از برابر خمینی رجه رفتن و در نخستین شکاف و شکست در ارتش شاهنشاهی را با این نمایش ساختگی به مرحله عمل درآوردند. فراموش نکنید دوستان که یک رژه همافران یا بیعت همافران با خمینی برگزار شد در همون روزهای اول انقلاب و این خیلی باعث شکاف در ارتش شد اینجور که جناب شفیزاده در کتاب نقل قول میکنه این در واقع قلابی بود و در واقع گردانندگان اصلی این کار نعمانی، چایچی، احمدی و تقوینی ها زیر نظر شورشیان پنج و هفت مثل صادق قدزاده و بنی صد و غیره بودن که درون ارتش شکاف ایجاد کنند و وادار کنند که ارتش کنارگیری کنه از مقابله با خمینی بخش دوم همینجا تموم میشه حتما در اشتراک گذاری این فیلم کوشا باشید پاینده ایران جاوید شاه منتظر بخش سوم بمان